نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه پنجم شوال سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با حکم پرداخت زکات فطریه برای مهمان فرمودند: در روایت از واژه ضیف به معنای مهمان استفاده شده و مهمان دارای دو اطلاق است. یک نوع مهمان، مهمانی است که از شهرستان آمده و با وسایل خود بر منزل شخصی وارد می شود و نوع دوم مهمان که متعارف است فقط مهمانی است که برای صرف افطار به منزل انسان وارد می شود. معظم الله در رابطه با مهمان نوع اول فرمودند: در عرف چنین شخصی مهمان گفته می شود، یعنی کسی که همراه میزبان است، حتی اگر قبل از مغرب وارد منزل او شود و حتی اگر در منزل او افطار نکند و همراه با وی برای صرف افطار به منزل دیگران برود. ایشان در رابطه با مفهوم مهمان طبق روایات فرمودند: در عروت الوثقی این مسئله مورد اشاره قرار گرفته و غالب فقها هم گفتند که منظور از مهمان در روایات نوع است. آیت الله العظما شیرازی در ادامه فرمودند: لذا برخی از فقها در حاشیه عروت الوثقی گفتند که مهمان در صورتی به فرد اطلاق می شود که 10 روز آخر ماه مبارک رمضان در منزل انسان باشد، و برخی هم گفتند که در صورتی که کل ماه رمضان را مهمان باشد، در غیر این صورت فطریه بر عهده صاحب منزل نیست. معظم الله در رابطه با نظریه غالب فقها در این زمینه فرمودند: اما عده‌ای از فقها که یکی از آنان صاحب عروت الوثقی است و برداشت من هم همین است، گفتند که اگر کسی قبل از مغرب وارد منزل انسان شد و وسایل خود را در منزل او گذاشت ولو در منزل او چیزی نخورد، فطریه او به عهده صاحب منزل است. اما کسی که فقط به منظور صرف افطار به منزل انسان می آید، حتی اگر قبل از مغرب وارد منزل او شده باشد، شامل مفهوم مورد اشاره در روایات نمی شود. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. و این کسی که میاد فقط افطار میکنه و میره و ولو قبل مغرب وارد منزل شما باشه، این یا منصرف ازش کلمه ضیف که گفته شده، اگر وقتی منصرف بگیم هست یعنی ظهوره، وقت ظهور اماره از حجت گیری نداره. اگرم نگیم منصرفه، اقل اکثر قدر چون هر کسی بسرت گردن خودشه، الا ضیف که گردن صاحب خانه است. وقت ضیف اگه شک شد میشه اقل اکثر قدر متعقنش اونیه که وارد شده بر شما، از شهرستان اومده وارد بر شما شده، چه بخوره اونجا چه چیزی نخوره، اما نه اونی که میاد فقط افطار میکنه و میره. این خلاصه بحث علمیشه. همین عرض کردم، بعضی گفتن اصلا 10 روز آخر ماه رمضان باید اونجا باشه، گفتن باید عیال صدق کنه، یعنی خرجش رو شما دارید میدید، 1 روز 2 روز 3 روز باشه فایده نداره. بعضی ها 10 شب ماندن رو تصریح کردن، تصریح کردن. نه، ظاهرا مهمان یعنی قدر مسلم، مسلم نه اجماعی، خلاف شدید هست، اقوال متعدد در مسئله هست. اینه که اون کسی که از شهرستان میاد منزل شما قبل مغرب عید وارد میشه و اونجا این فطریش گردن شماست. حتی اگه بچهش باشه، بچهش ساکن شهرستانه و این خرج بچه رو نمیده، آخه یه بچه که خرجش رو میده که اون اگه هر جای دنیا باشه فطریش گردن پدرشه، اما یه بچه ایه که تو شهرستانه و خرجش رو این پدر نمیده و اومده وارد شده قبل مغرب عید وارد شده.